درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. داستان کنیزک زرد رو. روز یک شنبه بهرام برای دیدن همسرش یغماناز قصد گنبد زرد همچون آفتاب کرد. جام زرین به دست گرفت و تاج زر بر سر نهاد و عیش راند. چون شب خلوت ساز از راه رسید، بهرام شاه از عروس زیبایش یغماناز تقاضای افسانه‌ای کرد. در آن گنبد آوازی خوش ساز کرد و قصه ای را چنین آغاز کرد. در شهری از شهرهای عراق شهریاری بود عالم افروز. شاهی که از قدرت و جمال و هنر چیزی کم نداشت، مگر یک عیب بزرگ. و آن غم و اندوه و دلتنگی او بود که شیشه آسمان جوانیش را تیره نموده بود. منجمان قصر شاهی سالها قبل در طالع او چنین خوانده بودند که برای او از طرف زنانش خصومتی پیش خواهد آمد. از این روی مدتی از بیم ضرر تنهایی پیش گرفت و چون جانش از تنهایی به تنگ آمد، کنیزکانی اختیار کرد. آنها را به مهر نواخت، اما هر یک از آنها در طی هفته‌ای پا از گلیم خیش بیرون می‌گذاشتند و نافرمانی و سرکشی آغاز می‌کردند و خیال خاتونی مغزشان را پر می‌کرد و گنج‌های قارونی از شاه می‌خواستند. بدین ترتیب هر کنیز بیش از یک هفته در قصر وی دوام نمی‌آورد و او کنیز را بیرون می‌کرد و کنیز تازه‌ای اختیار می‌نمود. در طی سالی هزاران کنیز می آمد و می رفت و هر یک هفته بیش نمی ماند. شاه دلیل این نافرمانی و بیمهری زنان را نمی دانست. دلیل این نافرمانی آنها عجوزه پیرزنی از خدمتکاران قصر شاهی بود که جز خود ندیم و خادمه دیگری را نمی توانست پذیرفتند و هر نوع عروسی که در قصر وارد می شد او سحر و افسون به گوشش می خواند. زنان را فریب می داد که زیبا خاتون نازداری چون تو چرا در بند خدمت شاهی باشد؟ تو خود خداوندگار قصد توانی بود. و بدین ترتیب باد غرور و منیت مغز زنان را پر می کرد و هفته بیش در آن قصد ماندن نتوانستند. و شاه روزهای حیات خود را به تنهایی و دلتنگی می گذراند و زنی در خور عشق خود نمی یافت. در حالی که تنها دوای درد او مهربانی بود و وفا، تا اینکه روزی از روزها شاه از رسیدن کاروانی از کنیزکان زیبا مطلع شد. طبق عادت همیشه برای خرید کنیزکی مهرو راهی بازار شد. در میان کنیزکان دختری بود از ولایت چین، کنیزی چون پری، پر نور چون ستاره سحری، لبش چون مرجان و دندانها چون مروارید، آفتاب رو و شکر ریز. شاه چون جمال او بدید، از میان تمام کنیزکان او را خواستار شد و از برد فروش احوالش پرسید. برد فروش پاسخ داد: جمیل کنیزی است به غایت زیبایی که از کمال اخلاق و خوبی رفتار خللی در او نیست و هیچ عیبی ندارد جز یکی، و عیب او این است که دل به وصال هیچ مردی نمی دهد و دوست ندارد دست کسی به او بخورد. هر که صبحگاه او را می خرد، شبا هنگام پسش می آورد. از این روست که با تمام جمال و خوشخویی خریداری ندارد. شاه چون این سخن بشنید، قصد خرید کنیزکی دیگر از آن کنیزکان را نمود. اما جز آن مهروی پریچهر به دیگری اندیشیدن نتوانست. نه از کنیز شیرین رو سیر می شد و نه عیبش را تحمل می توانست کرد. عاقبت عشق چیره شد و تن به خرید کنیزک داد و در یک آرزو را بر خود بست و ماری را کشت و از اژدهایی برست. آن پریرو را به قصر خیش آورد و نیک بنواخت و او نیز به زیر پرده لطف و مهر شاه خدمت شهریار نگاه داشت و چون غنچه مهربان در پوست بود و دوست بود و خانداری نیکو بود و معتمدی مشفق. گرچه شهریار مقام و منزلتی بلند مرتبش داده بود، چون سایه زیر پای متواضع بود و فروتن. تا اینکه عجوزه خدمتکار از راه رسید و در قصر بانوی دید به کمال زیبایی و مهربانی و اخلاق پسندیده.
دل شاه را در گرو محبت او دید و دیدنش را تاب نیاورد. حیلت آغازیدن گرفت و زبان به فریب آن محرو گشاد. اما پیش موسی ساحری کردن را سود نبود و فریبش در کنیزک نگرفت. شاه چون عتاب کنیز را دید، پی برد که این جادوی پیرزن تمام کنیزکان را فریب می داد و او را از قصر بیرون کرد. روزها می گذشتند و هر روز مهر شاه به کنیز و عشق کنیز به شهریار فزونی می یافت. اما شاه صبر و خویشتنداری می کرد و سخنی از وصل به زبان نمی آورد. تا اینکه شبی آتشی در دل آن دو مهربان افتاد و شاه زبان به سخن گشود. ای سرو قامت ماه روی من، از تو یکی نکته پرسیدن می خواهم. قسم یاد کن که راستش را بگویی، که من راستی از زنان کم شنیدم و راستی است بنای عشق مرد و زن. شنیده ای که بلقیس و سلیمان را کودکی شد دست کج و پا کج؟ سلیمان به خدمت جبرئیل شد و از او پرسید راز این نقص را و او پاسخ داد ناراستی میان تو و همسرت رفته، آن را جستجو کن و بیاب و راستش را بگو تا فرزندت صحت یابد. او به نزد بلقیس رفت و از او راستی خواست و بلقیس اعترافی نمود و دست کودک راست شد. سپس بلقیس از سلیمان راستی خواست و او رازی را فاش ساخت و آن هنگام پای کودک راست شد و صحت یافت. پس می‌بینی که راستگویی و درستکاری بر هر زن و شوی واجب است. پس زبان بگشا و به من راستش را بگو که از چه روی از وصال من سرباز می‌زنی؟ کنیز چون این سخنان بشنید زبان بکشود و پرده از بیماری و زرد روی خود برداشت که در میان بستگان ما صفتی هست موروثی در تمام زنان که همه زرد روی و بیمارند و چون دل به مردی بسپارند و عروس او شوند، همه به گاه فرزند آوردن و زادن از دنیا می روند. من چگونه تن به مرگ خود دهم و این عسل زهرآلود را بنوشم؟ این است راست قصه من. حال تو نیز چون سلیمان راستش را بگو که چرا زنان را طرد می کنی و زود از آنها سیر می شوی و راستشان نمی دانی؟ شاه پاسخ داد از برای آنکه هیچ یک از زنان با من نفسی مهر نورزیدند. همه در بند کار و راحت خیش بودند. نیک آغاز کردند و بد تمام. چون راحتی دادمشان و هدیه دادمشان و دردشان را دوا شدم، خدمتم فراموششان شد و جور کردند و برفتند. برزن ایمن نتوان بود که او چون پرکاه هست در برابر باد. بی ثبات، اگر زر ببیند و ثروت راضی است، تا جوان است و زیبا خام است. آنگاه که پخته می شود و تجربه اندوخته، دیگر عجوز پیری شده که کس میل وصالش نکند. هیچ یک از این کنیزکان را خدمتکار و مهربان ندیدم تا تو آمدی و راستی آغاز کردی. تنها تو را دیدم که به شرط خدمت من قیام کرده و دم به دم بر خدمت می افزایی. با اینکه با تو در عین بیکامیم، اما بی تو لحظه چشم بر هم زدن نتوانم. شاه تمام این سخنان بگفت، اما در کنیز نگرفت و همچنان روزگار را در صبر و خودداری می گذران. آتش عشقش هر روز شعله ورتر می گشت تا اینکه آن عجوز پیر را از راز شاه آگاهی افتاد و فهمید که شهریار دل در گروه دختری دارد بدون اینکه به وصال رسیده باشد. پس حیلتی آغاز کرد و با شاه در میانش گذاشت که تو می توانی حسادت بانویت را برانگیزی. کنیزی دیگر در خانه بیاور و در مقابل چشمان بانویت او را بنواز و در آغوش بگیر و اوقاتت را با او بگذران تا رام شود. و شاه چنین کرد. کنیزی به خانه آورد. دلش با آن بانوی پریچهر خود بود، اما اوقاتش را با کنیز تازه خرید می گذراند. وقت دلتنگی و نیاز به بانوی خود پناه می برد و وقت عشرت به کنیز تازه خرید. و اما احوال آن بانوی چگونه بود؟ از رشک دادن شاه آتش قبار غیرت بر رخسار چون مهش نشسته بود، اما صبر پیشه کرده بود. اما عاشق را صبر چه سود؟ تا
تا اینکه شبی از شبها شاه را به خلوت خیش تنها یافت و نزد او رفت و سخن آغازیدن گرفت که ای شهریار خسرو فرشته نهاد، داور مملکت بدین و داد، چرا با من این گونه می کنی؟ چرا در صبح هنگام آشنایی مرا نوش محبت دادی و بنواختی و در آخر شام سرکه فروشی و تلخی آغازیدی؟ گیرم از من نخورده گشتی سیر، چرا به دست رشک رقیبم دادی؟ اگر قصد جان مرا داری با شمشیر خودت مرا بکش که آن برای من عین حیات است. هر چه خواهی کن، ولی به دست رقیب دیدنم را تاب نیست. لب بکشا و راز با من بگو، از چه روی این کردی؟ بگو و آنگه من قفل این خودداری می شکنم و آن تو می شوم و مرگ را به جان می خرم، چرا که تو را از جانم دوستر می دارم. شاه از آنجا که دل در گروه او داشت لب به سخن گشود و گفت: از اشتیاق خود گفتی، از حال من نگفتی. آرزوی تو افروخت مرا، شکیباییم سود نداشت. تا پیرزن دوا بشناخت و چاره ای ساز کرد و او این راه را پیش رویم نهاد. گرچه سختم بود و آزار تو چون زهری بود بر جانم، اما صبر کردم و آنچه گفت را انجام دادم. چون فریبکار را شناختند، او را به جزای عملش رساندند و شاه قفل گنج گوهر گشود و به وصل بانوی خود رسید و نه تنها مرگی در پی نداشت که زردروی او برطرف شد و صحت یافت. سالهای سال در کنار شهریار زندگی کرد و شادکام بود. قصه که به آخر رسید، دختر پادشاه اقلیم دوم لب از سخن فرو بست و همه جا غرق در سکوت بود. شاه به دلبر خود صدها آفرین گفت و به خوابی خوش فرو شد. دوستان، از اینکه تا به انتهای این داستان همراه ما بودین بسیار سپاسگزاریم. لطفاً نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید و برای حمایت از ما لایک فراموشتون نشه. شاد و سربلند باشید.